گشت و گذار مترهای شیشه‌سیاه از فردا یکشنبه در کابل ممنوع اعلام شد. به نام خداوند بخشنده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یک از ویدیوهای کانال دیلی پرست. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. با نقل از اطلاعات روز، گشت و گذار مترهای شیشه‌سیاه از فردا یکشنبه در کابل ممنوع اعلام شد. در اعلامیه فرماندهی قوات های مشترک امروز شنبه 17 جوزا از سوی فرماندهی پلیس کابل منتشر شده آمده است، با افرادی که از موارد فوق تخطی کنند برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت. فرماندهی قوات های مشترک ولایت کابل اعلام کرد که سر از فردا یکشنبه 18 جوزا گشت و گذار موترهای شیشه‌سیاه دولتی و شخصی، موترهای بدون اسناد، موترهای زره و صلاح بدون جواز، نشستن محافظان مسلح در عقب بادی موتر و تردد موترهای دولتی در اوقات غیر رسمی ممنوع است. در اعلامیه فرماندهی قوات های مشترک امروز شنبه 17 جوزا از سوی فرماندهی پلیس کابل منتشر شده آمده است، با افرادی که از موارد فوق تخطی کنند برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت. در اعلامیه همچنان گفته شده است که تطبیق این طرح امنیتی سبب تغییرات مثبت در راستای کاهش جرایم و تأمین امنیت بهتر شهروندان کابل خواهد شد. فرماندهی قوات های مشترک کابل تاکید کرده است که در تطبیق قانون به شکل قاطع و جدی متحد است. این فرماندهی از مردم کابل نیز خواسته است که با نیروهای امنیتی همکاری کرده و در تنفیذ قانون و تأمین امنیت شهر کابل سهم بگیرند. فرماندهی قوات های مشترک کابل در 14 جوزا به منظور مبارزه با جرایم جنایی و تأمین امنیت شهروندان کابل ایجاد شد. فرماندهی قوات های مشترک را امان واحدی، فرمانده پلیس کابل، بر عهده دارد. این فرماندهی دارای 3 معاون است که از سوی وزارتخانه های داخله، دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی معرفی شده است. 3 سرباز پلیس در حمله طالبان در ولسوالی گلدره کابل کشته شدند. وزارت امور داخل کشور تایید میکند که 3 سرباز پلیس در حمله گروه طالبان در مربوطات ولسوالی گلدره ولایت کابل کشته شده اند. طارق آریان، سخنگوی وزارت امور داخلی کشور، گفته است که این حمله صبح روز شنبه 17 جوزا بر یک پاسگاه نیروهای امنیتی در ساحه دشت ناصری ولسوالی گلدره کابل صورت گرفته است. سخنگوی وزارت امور داخلی کشور گفته است که در این رویداد به گروه طالبان نیز تلفات وارد شده است. او رقم دقیقی از تلفات گروه طالبان در این حمله را مشخص نکرده است. ولسوالی گلدره کابل در 20 کیلومتری شهر کابل موقعیت دارد. این ولسوالی با ولسوالی های شکردره و میربچه‌کوه کابل مرز مشترک دارد. این در حالی است که جمعی از خبرنگاران کندز خواهان وضاحت در مورد مصرف 100 میلیون افغانی بودجه مبارزه با کرونا ویروس شدند. با نقل از روزنامه 8 صبح کابل، جمعی از خبرنگاران و مسئولان نهادهای مدافع صنفی خبرنگاران در کندز طی یک نشست خواستار وضاحت در مورد مصرف بودجه مبارزه کرونا شدند. برای ولایت کندز حکومت 100 میلیون افغانی بودجه برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داده است. این درخواست در حالی مطرح شده است که شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در حال افزایش است. بر اساس تازه ترین آمار وزارت صحت عامه، 162 نفر در ولایت کندز با ویروس کرونا مبتلا شده اند. از این میان 6 نفر تا کنون بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخته اند. با این حال، صنف رسانه‌ای و خبرنگاران کندز می گویند هزینه هایی که برای مبارزه با ویروس کرونا در سایر ولایت ها به مصرف می رسد با مردم در میان گذاشته می شود، اما در ولایت کندز هنوز مردم از نحوه مصرف بودجه با ویروس کرونا اطلاع ندارند. به گفته آنها، عدم وضاحت در مورد بودجه مصرف شده برای مقابله با ویروس کرونا در کندز سبب اعتمادی مردم شده است. از سوی دیگر، آنها حکومت محلی را متهم می کنند که در امر مبارزه با ویروس کرونا
کوتاهی کرده است و در حال حاضر مرکز تجرید بیماران کووید 19 در کندز با کمبود تجهیزات روبرو بوده و سبب نگرانی مردم شده است. در این نشست همچنان تأکید شده است که خبرنگاران و جامعه مدنی با صورت مشترک دادخواهی مشترک را برای تأمین شفافیت در مصرف بودجه اقتصاد کرونا آغاز کنند. هرچند آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا در ولایت کندز 162 تن اعلام شده است، اما گفته می شود که به دلیل محدودیت در آزمایش شمار واقعی مبتلایان بیشتر از رقم اعلام شده است. فرمانده پلیس کندز و ولسوال خان‌آباد این ولایت نیز به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باخته است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید به روزانه ما چینل یوتیوب کانال دیل پرس را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید. خدا نگهدار.